لاگیدار هر ثانیه فقط تولید کن. در این صورت میتونیم اون حالت سی پی یو اینتنسیو بودن پیام های دیباگ رو کاهش بدیم، یعنی فشار کمتری بیاد روی سی پی یو و خودمون هم کمتر اذیت میشیم، توی لاین کنسول پیام های کمتری بهمون نشون داده میشه. میخوام انواع لاگین در دیوایس های سیسکو رو با هم دیگه بررسی کنیم. مطالبی که میخوام تو این فصل بگیم به این صورت که ما اول میام انواع لاگینگ رو یکی یکی با هم دیگه بررسی میکنیم، کنسول، مانیتور، بافر، فایل، پرسیستنت و ترپ. بعد از بررسی انواع لاگینگ ما میام فیلتر کردن لاک ها و کامند لاگینگ دیسکریمینیتور رو با هم دیگه بررسی میکنیم و در انتها نگاهی داریم روی شل اسکریپت. اینا مباحث اصلی این فصله. در ادامه فصل هم یه سری کامند های بیشتری رو درباره لاگینگ با هم دیگه چک میکنیم. من اینجا به همون روتر جلسه قبل میخوام وصل بشم. قبلش میام یه کلود بهش اضافه میکنم به صفحه و اینترفیس گیگ 00 این روتر رو وصل میکنم به کارت شبکه نت این کلود. از کجا بفهمم کدوم کارت شبکه نت؟ ببینید دوستان، وقتی شما ماشین جی ان اس 3 رو به وی ام ور ایمپورت میکنین، من برام تو تنظیماتش، خودش به صورت پیشفرض دو تا کارت شبکه بهش اضافه میکنه. اولی از نوع هوست اونلیه و دومی از نوع نت که من اینترفیس روتر رو وصل کردم به این. خب حالا به روتر راست کلیک کردم، کنسول زدم، میزنم شو آی پی اینترفیس بریف، به اینترفیس گیگ 00 وصل کرده بودم، درسته؟ میرم تو محیط گلوبال کانفیگ و اینترفیس گیگ 00 رو سلکت میکنم، آی پی ادرس دی اچ سی پی. جلسه قبلم گفتم که این روش اصولی نیست و بهتر که آی پی استاتیک به اینترفیس روتر بدیم، اما اینجا من برام مهم نیست که چه آی پی بگیره و فقط میخوام ارتباط داشته باشم، بنابراین میگم برو از هم دی اچ سی پی آی پی بگیر. اینتر میزنم و نو شات، لینک من آب شد، منتظر میمونم که آی پی بگیره. این آی پی رو اساین کرد به اینترفیس گیگ 00. حالا من برای تست ارتباط پینگ 4 تا 8 میگیرم و ارتباط برقرار رو این روتر الان به اینترنت وصل. بریم سراغ بحث خودمون. من با کامند شو لاگینگ یا به اختصار شو لاگ هم میتونم تنظیمات لاگینگ داخل روتر یا سویچ رو ببینم و هم لاک های ذخیره شده داخل بافر. قبل از ادامه بحث هم یه نکته رو بگم خدمتتون دوستان، من وقتی کاری انجام میدم میخوام خروجی کار رو ببینم، به جای اینکه منتظر بمونم روتر برای من لاگ تولید کنه، دو تا کار انجام میدم، یا میرم تو محیط گلوبال کانفیگ و برمیگردم محیط اینیبل تا یه لاگ تولید کنه مثل الان، یا اینکه میام از کامند کلیر کانترز استفاده میکنم. این کامند در واقع میاد شمارنده اینترفیس ها رو صفر میکنه. همطور که میدونین پکت های ورودی خروجی به اینترفیس ها شمرده میشن و من میام با این کامند اون شمارنده ها رو صفر میکنم. تو دیوایس های واقعی شما این شمارنده رو میتونید با کامند show interfaces counters ببینید، اما این ایمیج که من دارم استفاده میکنم روی جنیس 3 این کامند رو ساپورت نمیکنه. من فقط برای اینکه نشون بدم منظورم کدوم شمارنده است میام به جاش میگم که show interface gig 00. ببینین الان اینجا مثلا گفته که 27 پکت اینپوت، روی اینترفیس 27 پکت اینپوت داشتیم. حالا من اگه بیام بزنم clear counters از من confirm میخوای، اینتر میزنم، یه لاگ بر من تولید میکنم. حالا من اگه دوباره بزنم show interface gig 00، ببینین پکت های اینپوت 0 شد، شمارندهش یعنی 0 شد. پس من این دوتا کار رو برای تولید لاگ انجام میدم. بریم سراغ انواع لاگینگ. من دوباره میزنم شو لاگ. یکی از انواع لاگینگ کنسول لاگینگه. وقتی شما از طریق پورت کنسول به سویچ یا روتر وصل میشین، به صورت پیشفرض هر لاگی که جنریت میشه تولید میشه همون موقع تو لاین کنسول نمایش داده میشه. پس کنسول لاگینگ یعنی بیا و لاگ هایی که تولید میشه رو تو همین لاین کنسول به من نشون بده. منم الان از طریق لاین کنسول متصل شدم دیگه، درسته؟ یه نکته رو بگم، شما وقتی بخواید بدونی از چه طریقی به سویچ یا روتر وصل شدی میتونی از کامند هو استفاده کنی که کامند قدیمی سیستم عامل یونیکس و به من نشون میده که الان از چه طریقی به این روتر وصل شدم. داره میگه که از طریق لاین کنسول صفر به این روتر وصل شدی. همچنین شما میتونی با این کامند ببینید که چه کسانی در همین لحظه الان به این روتر وصل شدن. اگه کسی دیگه